سال 2005 بود که با کمک پدرم، چون پدر من قبلا خودش دانشجوی عکاسی بود و با کمک اون دوربین دستم گرفتم و وارد مرکز هنر جهاد دانشگاه تهران شدم. در اونجا 2 سال عکاسی خوندم و به تدریج عاشق شدم و خیلی هم تو اون دوره من خیلی پر انرژی بودم و دیدم اون چیزی که خیلی دوستش دارم و کمک میکنه که بتونم جهان خودم رو و پیرامونم رو کشف کنم، دیدم عکاسی. پروژه امید تو وردپرس فوتو بهونه شد تا میام این دغدغم رو شروع کنم به عکاسی کردن. کم کم وقتی وارد این پروژه شدم دیدم که ما چه درصد بالای حدود 11,000 شهید ما هستش که پیدا نشده، یعنی 5,000 تاش تو ایران بود جنازه ها رو که آوردن، ولی خیلی آمار بزرگشون هستش که مجهول الهویه هستن و هنوز 7,000 تا شهید دیگه داریم که تو عراق هن. این پروژه من اسمش مادران انتظاره و خیلی تاریخ بزرگی داره تا رسیدن به این پروژه که من خواستم کار بکنم. تقریبا از چند سال پیش همیشه من دغدغه بود برای من، وقتی از تشییع شهدای گمنام عکاسی میکردم میدیدم که چرا مادران شهدای گمنام، مادرانی که حالا من وارد زندگی این مادرها شدم، کنجکاو بودم ببینم اینا چجوری زندگی میکنن. وارد شدم و دیدم که این مادرها اصلا کاری به سالهای گذشته ندارن، هر وقت به پسرشون فکر میکنن وجودشون به درد میاد، در این حال که درد دارن خیلی امیدوارن تا آخرین روزی که زنده هستن بالاخره یه تیکه استخون از پسرشون پیدا بشه و اینا به آرامش برسن. چیزی که همیشه به من میگن که ما دوست نداریم به تو بگیم که دوست مادر بشی، ولی این رو باور بکن که وقتی مادر میشی و فرزندت رو از دست میدی احساس میکنی یک چیزی رو گم کردی و تلاش میکنی که اون رو پیدا کنی و تو وقتی پیدا نمی‌کنی بیقرار میشی. خیلی سخت بود میتونم بگم، چون این اولین پروژه بود که خیلی روش زمان گذاشتم و هدفم هست حتما روی این کار کنم و کتابش بکنم. این پروژه خیلی رو من اثر گذاشت و تا جایی که تونستم سعی کردم این دغدغه و زندگی سختی که این مادرها دارن رو عکاسی بکنم. این مادرها در این حال که فرزندان دیگه کنارشون هستن، آدمایی هستن که همیشه تنهایی خودشون دارن زندگی میکنن، با اون باورهای دینی که دارن سعی میکنن خودشون آرومش ببخشن به خودشون تا اینکه شاید یه روز بالاخره پسرشون پیدا بشه. در مورد عکاسی خانوم ها که مثلا برای من مهمه اینه که بیشتر عکاسای خانم ما بیشتر سمت پورتری میرن و طبیعت کار میکنن و مستند یه مگه کار کنن بیشتر فاین آرته، اما عکاسای کمی داریم تو ایران که واقعا به سمت عکاسی مستند و خبری بلنشن بیان کار کنن و متاسفانه تو ایران خب به واسه عکاسی خبری تفاوت‌های زیادی وجود داره بین خانم و آقا و این تبعیض‌ها خیلی وقت اذیت میکنه. من به یاد میارم وقتی عکاسی شروع کردم میدونستم خیلی چیزا هستش که ممکنه اذیت کنه، ولی واقعا بیشتر از همه عاشق این بودم که یاد بگیرم و بتونم کش کنم. اول که بگم کل این پروژه خیلی برای من جذاب بود، مستر کلاس خیلی چیزا به خیلی از جوابا که خیلی وقتا نیاز بودم تو ایران بهش برسم و نمیرسیدم اینجا بهش رسیدم و دارم میرسم. همچین فضایی مثل این مستر کلاس که من اومدم و دیدن عکاسای خیلی بزرگی که همیشه دوست داشتم ببینمشون به من این فرصت رو داد تا در مورد خیلی از چیزایی که سوال داشتم، در مورد ادیت هایی که همیشه با سختی اونا رو انجام میدادم، از اساتید بپرسم و به جواب برسم. و واقعا من عاشق همین یاد گرفتنم، چون هدف من هست که همین فضا، همین جا که اومدم علمی هم که یاد بگم حتما به بقیه جوان‌ها تو ایران آموزش بدم و اعتقاد دارم که اگر این علم بیشتر بشه، بیشتر یاد بگیرم، حالا من یه نفرم، و باعث میشه همین هم به عکاسای ایرانی کمک بکنه که بیشتر پیشرفت بکنه.